25مین روز فروردین ماه برابر با 14 آپریل، روز بزرگداشت ادیب و عارف شهیر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری. فریدالدین ابو حامد محمد ابن ابو بکر ابراهیم ابن اسحاق عطار نیشابوری یکی از شعرا و عارفان نام‌آور ایران در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری قمری که در قریه کتکن یا شادیاخ که در آن زمان از توابع شهر نیشابور بوده دیده به جهان گشود و از نوجوانی به طبابت و عطاری مشغول شد، اما بعد از چندی این شغل را رها کرده و به خدمت شیخ الشیوخ عارف رکن‌الدین عکاف که در آن زمان عارف معروفی بود رفت و قسمتی از عمرش را نیز به رسم سالکان طریقت در سفر گذراند و از مکه تا ماوراءالنهر مسافرت کرد و در این سفرها موفق شد تا با بسیاری از مشایخ و بزرگان زمان خود دیدار کند. عطار مردی پرکار و فعال بوده، چه در آن زمان که به شغل عطاری و طبابت اشتغال داشته و چه در دوران پیری خود که به گوشه‌گیری پرداخته و به سرودن و نوشتن آثار منظوم و منصور خود مشغول شد. سرانجام عطار نیشابوری در هنگام یورش مغولان به شهر نیشابور، زمانی که اهالی این شهر را قتل عام می کردند، با ضربت شمشیری که توسط یکی از مغولان بر دوشش فرود آمد، دار فانی را وداع گفت. سال 1357 خورشیدی برابر با 1978 میلادی، در گذشت امیر اسدالله علم نخست وزیر و وزیر دربار محمد رضا شاه پهلوی، اسدالله خان علم امیر قاینات یکی از چهره‌های سیاسی دوران محمد رضا شاه پهلوی و نخست وزیر ایران که یک روز پس از استعفای کابینه دکتر علی امینی به نخست وزیری منصوب شد. از اولین اقدامات کابینه علم اعلام ممنوعیت دولت ایران برای ایجاد پایگاه موشکی کشورهای دیگر در خاک ایران بود که همین اعلامیه سرآغاز زدودن تیرگی روابط میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی شد. اما از بزرگترین مشکلات در زمان نخست وزیری علم میتوان به قائله 15 خرداد اشاره کرد. مخالفان حکومت هوادارانشان را برای تظاهرات گسترده‌ای به خیابان‌ها آوردند و علم که آمادگی کامل داشت به رئیس شهربانی وقت سپهبد نصیری تلفن کرد و دستور تیراندازی داد و در برابر تردید نصیری یادآور شد که به عنوان نخست وزیر این دستور را می‌دهد و سپس خود به دفتر نصیری رفت. این خونسردی و قاطعیت علم باعث شد در طی چند ساعت قائله 15 خرداد پایان بپذیرد. سال 1244 خورشیدی برابر با 1865 میلادی، ترور ابراهام لینکلن 16مین رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن. ابراهام لینکلن 16مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و اولین رئیس جمهور این کشور که از حزب جمهوری خواه انتخاب شده بود، سرانجام توسط یک بازیگر تئاتر به نام جان ویلکس بوس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و درگذشت.